ساعت 13:30 همین روز 10 شهریور 1401. قانون جبران را رعایت کردم و نمی‌دانستم. در 17 سالگی راهی کشوری شدم که زبانش را نمی‌شناختم. برای تحصیل راهی شدم و برای دوری از زنی که مرا به دنیا آورد. و اضافه می کنم و در متنم نوشته نشده برای دوری از جامعه ایران که در اون خشکی احساسی حس وجود داشت. و خداوند تجربه نفسانی به من هدیه کرد و چند سال بعد آقای پرویز شهبازی با تفسیر ابیات مولانا را به من خداوند هدیه کرد. آن ندای چند صدایی بی صدا که در دقایق وقوع تجربه نفسانی هم در آبان 97 با تمسخر می گفتند دو نقطه. فقط خدا می تواند این چنین شکافی را در او ایجاد کرده باشد. در ما بین خواهد ماند. چند نقطه. درست است. فقط خدا می تواند انسان را به خودش به زندگی زنده کند. خداوند مزدهنده است. در دام مزد فضای یکتایی بودن. مزدش حضوره. مزد من ذهنی بی مزدیست. جملات آقای شهبازی. فقط خدا میتونه مرکز ما را تمیز کنه. خودمون نمیتونیم این کار را انجام بدیم. جمله آقای شهبازی. خدا راه باز میکنه. جمله تاجر سنگ قیمتی فروش این شهر. وقتی تعبیر میکردم قسمتی از تجربه نفسانیم را تأیید کرد جمله ام را با آن جمله بندیش. خدا راه باز میکنه. جمعه 11 شهریور 1401 و ساعت 20 دقیقه مانده به 17. در مورد جمله آن تاجر سنگ قیمتی فروش من با بیان دیگر همین گفته بودم که خدا راه باز کرده. مروری می شد رفتار یکی دو روز پیش زن مردی که مدیر این مجتمع بوده و روزها و طی یک ماه و باز چند روز پیش طی دو روز تایمر را روی دائم قرار داده بود و لامپ ها در راه پله از همکف تا طبقه سوم روشن بودن و این بار آخر عملش را به حد مدیر فعلی چون فکر می کنم مدیر مجتمع تغییر کرده حدش را محدود کرده بود و این یک هم که دارای خانواده است تفاوتی بنیادی با آن یک ندارد. و صدای زن مدیر پیشین و آن زن با صدای بلند در راه پله ها طی دقایق چیزی می گفت و امروز با بازگشت به خانه دیدم تکه های خاک گل شده در پله هایی که از همکف به طبقه اول که واحد آن زن و خانواده اش است ناپدید شده است و به حق این زن آنها را جارو کرده. و همزمان با تماشای فیلم اسپاروخان از ماهواره است و در من پدید آمد که وقتی با خدا یکی شدی و با او مدام یکی می شوی به تعبیر آقای شهبازی با فضاگشایی در این لحظه ابدی وحدت با او زدها را کمرنگ بی اهمیت می کند در زندگی روزمره. بد و خوب نمی کنی دیگر. ناظر هستی. دوشنبه 14 شهریور 1401 ساعت 13:30 شده. امروز در شروع پیاده روی روزانه تجسم می کردم فردی که جوان است و نسبت خانوادگی دارد با من و برنامه گنج حضور را با اینستای من می شناسد. برای مثال روزی بگوید که با فلان چیز در آن آموزه موافق نیست. سپس مقاومت در ترک رجوع به من ذهنیش و عادت کردن به رجوع به آن تطابق یافت با ترک یک اعتیاد. اعتیاد به زندگی کردن با من ذهنی. و در روش ترک این اعتیاد طرف مقابل قرین فرد قرین ما خداوند است. حضورش با تفسیر ابیات مولانا. طی چند روز گذشته با شنیدن و با به یاد آوردن پیام‌های تلفنی گنج حضور بیانگر تأثیر این برنامه در زندگی آن افراد با خودم می‌گفتم انسان در جستجوی فهمیدن خودش است، فهمیدن زندگیش. چندین مرتبه این ایام می‌خواستم به نحو این مطلب را تعبیر کنم. دو نقطه. شما یک عاشق هستید. جمله‌ای که به من گفته شد.
امروز آقای شهبازی در مورد چند نفری که به رایگان مدتی است مطالب را آماده می‌کنند برای پخش آنها در برنامه گنج حضور از طریق مدیاهای مختلف برنامه گفتند عشقی هستند، با عشق کار می‌کنند. والدین عشقی داشتن هم واژه دیگری است از زبان آقای شهبازی. آن جمله شما همیشه یک عاشق هستید را زن جوان فرانسوی یک دانشجو همانند گروه ما سرنشینان ماشین آن خانم خطاب به من گفت در لحظه از سخنم در مورد شوقم برای فراگیری زبان فرانسه در روی خاک فرانسه در حالی که 17 سال داشتم. درست بوده دیده آن خانم و این نکته را در کتاب اولم سفیر آوردم و آن زمان برنامه گنج حضور را نمی شناختم. ابیاتی که امروز پخش شد در برنامه هنگام پخش قسمت پیام های تلفنی جایگاهشان را می آمد. دو نقطه. خانه کش دریچه است آن طرف دارد از سیران آن یوسف شرف. این دریچه سوی یوسف باز کن و از شکافش فرجه آغاز کن. عشق ورزی آن دریچه کردن است. بیت 394 دفتر ششم مثنوی معنوی مولانا. و برای شنوندگان بگویم که یوسف هوشیاری حضور است و روزن در من ذهنی بایستی گشود. پس هماره روی معشوق نگر، این به دست توست، بشنو ای پدر. این هم دفتر ششم ولی شماره بیت اشتباه نوشته شده. در سال 91 میلادی یکی از استادهای ما مقاله چند صفحه‌ایش را میان ما پخش کرد و در خطوط آخر آن مک، میرسیا الیاد و یونگ و چند محقق دیگر نام برده شده بودند برای عنوان کردن این مطلب که انسان دارای یک بُعد روحانی است که در صورتی که در نظر گرفته نشود عواقب زیانباری برای روان فرد دارد. در جلد دوم کتاب هانری کوربن مناظر و چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی فیلسوف روسی نام برده شده است. در متن کتابم نیست ولی تمام تقریبا اون صفحه از این کتاب رو صفحه 538 رو دیروز یا پریروز از موبایلم که عکس گرفته بودم از این صفحه نوشتم روی کاغذ و نام فیلسوف رو دارم، بوریس ویچیس لا فسیف هستش. در مورد نظریه‌اش در مورد اینکه قوه خیال را مبنای حیات روان و نیروی آن قرار داده است. این مطلب دارای اهمیت رو هم بنویسم. طی دو روز پیش تست کردم هنگام راه رفتن در خیابان که ذهنم پاک می شود و پاک شده است مقدار زیادی و این صفر شدن من ذهنی به بیان آقای شهبازی خروج از زمان معنی داره، چون ذهن با زمان کار میکنه و این زنده شدن به این لحظه ابدی است. امروز بیت در مورد عقل عنکبوت و خداوند را در روی تکه کاغذی نوشتم و در دیدم قرار دادم برای تکرارش و حفظ کردنش. غزل 24 از دیوان شمس مولانا. انقا که ناید دامی کس در پیش آن انقا مگس، ای عنکبوت عقل بس تا کی تنی این تار را. انقا خداوند است که به دام من ذهنی که عقل عنکبوت است و مدام در حال تار تنیدن است نمی افتد. پرانتزی باز کنم که در مورد نظریه آن فیلسوف روسی نوتی که در روی کاغذ نوشتم رو در شاید بهتره همین حالا بخونم، چون در فایل های مختلف جا میگیره این کتاب. اگر در آخر این متن اون رو صوتی کنم شنوندگان به اون دسترسی نخواهند داشت. پس میخونم صفحه 538 جلد دوم کتاب هانری کوربن. آن فیلسوف روسی میگوید در مورد آن فیلسوف روسی، اتفاقی نیست که عنوان این بند الهام گرفته از تحقیق یک فیلسوف روسی است به نام بوریس
ویچیس لافسیف که به دلیل ترجمه نشدن آثارش به زبانهای دیگر چندان شناخته شده نیست. موضوع بحث ما در اینجا یکی از کتابهای وی با عنوان اخلاق ارث تحول یافته است که برای همه تحقیقات درباره نقش خیال و حیات معنوی اهمیت اساسی دارد. این فیلسوف به راستی در پی آن است که حیات معنوی را بر پایه این واقعیت که خیالات قوه متخیله از نیروی تحول آفرین برخوردارن بنا کند. این تحقیق از جنس دغدغه‌ای کلی است که ناظر است به حقیقت مطلق تعالی ترانسانسوس که به موجب آن ماندن در دایره حلول اندیشی محض ناممکن می شود، بلکه این مقصود فقط در قلمرو ماورا، در قلمرو وجود ما بعد طبیعی است، طبیعی دست می دهد. این فیلسوف با قبول نتایج روانشناسی اعماق که یونگ بنیان کرده بر آن است که فقط قوه خیال کلید گشودن دروازه ضمیر ناخودآگاه است، زیرا قوه خیال نیروی روانی را به مرتبه برتری ارتقا می دهد. فرایند تعالی دهی یا تلطیف والایش با همین تبدل و تحول انسان، تحول انسان از طریق حیات معنوی با همین تعلیه یا خدا شدن که عرفان مسیحی درباره اش داد سخن داده است منطبق است. ویچیس لافسیف با استناد به تعالی دهی یا تلطیف به عنوان نیروی محرک روان می تواند از اخلاق نوینی که از حد اخلاق گرایی معمول فراتر می رود سخن بگوید. دو نقطه. زیرا اخلاق رحمانی راستین اخلاقی است که قادر به ایجاد تحول و تعالی است. و این کاری هستش که آقای شهبازی انجام می دن. آقای شهبازی حیات معنوی از طریق فرایند تعالی دهی رو که تلطیف هست رو به وجود میارن و آقای شهبازی با جملات مختلف و در تفسیر ابیات مختلف این تلطیف رو بیان میکنن و یکی از جملاتشون این هست: زمختی من ذهنی رو ابیات مولانا لطیف میکنن، لطافت هوشیاری حضور. و در فایل قبلی، فایل اول این کتاب هستی باشه که این بیت هستش: یار من، خوب من و لطیف من، چست من و ظریف من، باغ من و بهار من. و آقای شهبازی گفتن خدا هم زیبا و هم لطیفه، ما هم زیبا و هم لطیفیم، از جنس هرچی بشیم عین اون میشیم. و یک نوت دیگه برداشتم از همین از جلد سوم کتاب هانری کوربن هستش، مناظر معنوی و فلسفی اسلام ایرانی، صفحه 435. چون از تحول و تعالی، تبدل و تحول انسان از طریق حیات معنوی گفتم، از روی کاغذ این نوت رو میخونم: هرگاه آدمی به کمال این مرتبه رسد، او خود جهانی است بنشسته در گوشه ای، یک عیان است، به تعبیر سینیانیان لاتینی یک عالم عقلی است. در این صورت او به معاد، محل برگشت خیش که مبدأ محل آغاز او نیست هست، او آن عالم مجردات است که از آلایش و آمیزش جسمانی به دور است و هر چه در آن هست، در آن است، همه داننده و یابنده است و نادانی و کم و کاش در آن نمیتواند بود، باز میگردد. و اما این بازگشت نه در آفاق به عنوان واقعی متعلق به زمان آفاقی به عنوان آخرین واقعی آن، بلکه به صورت تحول کامل زمان، تحول کامل زمان بیرونی، زمان ظاهری، به زمان انفسی، زمان نفسی ناب، زمان باطنی است. و در کتاب‌های قبلیم گفتم که آقای شهبازی کاری که انجام میدن این هست: تبدیل کردن زمان
کاری که میگن انجام بدی این هست و اون رو با تفسیر انجام میدن که میگن فضای گشایی کنید. و یک جمله داشتن که گفتن که تنها کار معنوی که میتونه وجود داشته باشه تبدیل کردن زمان هستش، و هر بار میگن شما باید مبدل بشین، نه اینکه با من ذهنی کار کنید. کاری که آقای شهبازی میکنن این هست، انسانها رو افراد قادر میکنن که وارد زمان انفسی بشن، زمان انفسی هر کدومشون، چون وجود هر کسی با تجارب مختلف به زمان انفسی هر کس وصل میشه. خب ادامه میدم به خواندن کتاب حاضرم. همین روز دوشنبه 14 شهریور 1401 و ساعت 19:30 مطلبی بود که میخواستم در اینستاگرام پخش کنم و صرف نظر کردم، چون حوصله و تمرکز میخواهد خواندنش. اینکه به برژه شهوتی محض یک فاسد، واژه ها اجیل دلوز در مورد شقاوت، اولین استاد تحقیق سال پنجم یهودی و خدا ناباور، طبق اعلام خودش در یک سمینار آن دوره در اولین دیدار پاسخ دادم استاد در ایران برای ما مقدس است، و پاسخ داد هیچ چیز نباید برایت مقدس باشد. و با حیرتم در مورد انسان‌ها که در طول زندگیم بزرگترین آسیب‌ها را به من می‌رسانند، حالان که جز احترام و محبت رفتاری در قبال آنها نداشتم در ایران و در فرانسه، منتهی شدن راهم به شناخت آقای شهبازی و برنامه اش گنج حضور از ده 1400 متوجه شدم از زبان مولانا تقدس وجود دارد و یک انتخاب است از طریق هر فرد. دو نقطه، یا طرف من ذهنی برود و یا طرف هوشیاری حضور خودش برود. و با این برنامه درک دیگری، چشم دیگری برای خواندن مطالبی که خوانده بودم به دست می آورم، از جمله در مورد این گذر از سخن جبران خلیل جبران که از آخرین پست های اینستای من بود با بیانی از آقای شهبازی با تفسیر غزلی از مولانا شروع می شد. جبران خلیل جبران در آن گذر خطاب به دوست نزدیکش می میگوید که آنها به زندگی تقدس بخشیدند. هم بیان مولانا در مورد زیبایی و لطافت خداوند و هم این سخن جبران خلیل جبران در آن پست اینستاگرامم حقیقی بودن تقدس را نمایان می کند. یار من، خوب من و لطیف من، چست من و ظریف من، باغ من و بهار من. غزل 1829 دیوان شمس مولانا. خداوند هم زیباست هم لطیفه، ما هم زیبا و هم لطیفیم. از جنس هر چیزی بشی عین او می شود. چست بسیار پویا، من ذهنی حرکت کند داره و تغییر نمی کنه. چست ظریفه، به جزئیات زندگی ما توجه داره. سخن آقای شهبازی. و جبران خلیل جبران خطاب به می دوست نزدیکش گفته، برای اینکه می زندگی در جایی متوقف نمی شود، این کاروان عظیم حیات با همه زیباییش کاری نمی تواند بکند جز پیش تاختن از یک ابدیت به ابدیت دیگر. در مورد تو و من، در مورد ما که به زندگی قداست بخشیده ایم و با همه وجودمان به هر آن چیزی در زندگی گرایش داریم که راست و نیکو و زیبا و والاست، مایی که تشنه و گرسنه به دنبال جاودانگی و فناناپذیری در زندگی هستیم، ما نمیخواهیم کاری بکنیم که برای هراس‌ها دامن بزند یا روح را پر از خارها و تلخیها کند. عاشقانه نامه ها، جبران خلیل جبران. خداوند مرا تحت عنایت خودش قرار داد تا سخنم خطا با آن فرد اهریمنی، من ذهنی درنده، در سال میرادی 91-92 20 سال بعد به شناخت مولانا با تفسیر آقای شهبازی منتهی شود، با گذری که طی کرده بودم و شامل نوشته شدن پایان نامه هایم در خاک فرانسه است. در آن اولین دیدار با شما خطاب کردن آن استاد از من خواست او را تو خطاب کنم و گفت خطاب کردنش با لقب شما رسمی است، یعنی سنگینه. 15 شهریور 1401 ساعت 11:20 قبل از ظهر. کسی نمیتونه به گنج حضور ما دسترسی داشته باشه. خضر دیواری میساخت برای پنهان کردن گنج یتیمان، یعنی برای ما. موسی که من ذهنی ماست که مدام سوال میکنه
وقتی خدا کشتی همانیدگی ما را سوراخ میکنه تا هوشیاری حضور ما بیدار بشه، و سوال موسی که از خضر که چرا کشتی افراد بینوا را سوراخ کرده. یتیم هستیم چون از خدا جدا شدیم و خدا مدام گنج ما رو پنهان میکنه از منهای ذهنی تا ما بالغ بشیم از نظر معنوی و صاحب گنج حضورمون بشیم. تا شیطان از من ذهنی شما نتونه استفاده کنه، منهای ذهنی بزرگ از شما استفاده میکنند. هر کس با چیزها و افراد این جهان هست مورد سوء استفاده دیگران است، و همچنین من ذهنی خود شما میتونه از شما استفاده کنه. نذار کار معنوی کنید. کشتی رو سوراخ میکنه خداوند تا در اختیار خدا قرار بگیره. یا خضر کشتی رو سوراخ میکنه تا در اختیار خدا قرار بگیره و کشتی رو تعمیر نکنید. مثلا کسی از همسرش جدا میشه و فوری یک همسر دیگه میگیره. صبر کنید. خشمگین نشید. از سوراخ ها زندگی میاد. تمام خطوط بیان آقای شهبازی، برنامه جاری است. برنامه 818 بخش اول.